با نام یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. خب تو جلسه قبلی اومدیم ترینرمون رو تعریف کردیم و اونو ران کردیم، خب به دلیل اینکه طول میکشید استوب کردیم و گفتیم توی این ویدیو خروجی رو با همدیگه میبینیم. خب خروجی رو مشاهده میکنیم، به این نحو اومده انجام داده و اکیوریسی و F1 اسکوری که محاسبه کرده به این صورت هستش، خب دقت خوبی داره و نتیجه خیلی خوبی داده. خب توی این جلسه ما تقریبا کارمون تمومه رو بحث تکست کلاسیفیکیشن، بحث فاین تیونینگ هم خدمتتون گفتیم. حالا میایم بررسی میکنیم که اصلا به چه نحوی کانفیژن ماتریکس براش رسم بکنیم، که اصلا ببینیم چه جوری به این خروجی که برای ما ایجاد کرده به چه نحوی هستش. خب برای اینکه این زمان گرفته نشه، از کتابخونه سارکت لرن من یه دونه تابعی نوشتم که انگار این کانفیژن ماتریکس میاد برای ما بر اساس وای پردیکشن و وای ترو و لیبل هایی که داریم رسم میکنه. خب برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب میام پردیکشن آوتپوت هامون رو برای ولیدیشن اول اصلا محاسبه میکنیم، میگیم پرید اندرلاین آوتپوت آوتپوت مساویش با ترینر دات پردیکت کن پردیکت روی ایموشنز، این کدی دیگه داشته ایموشنز underline encoded، کدوم قسمت؟ قسمت ولیدیشنش رو بهش میدیم تا خروجی ها رو برای ما تولید بکنه. ولیدیشن، خب بگیم این اجرا کن. خب خروجی ها رو که تولید کرد، ما الان توی این prediction output این خروجی هایی که تولید کرده رو داریم. خب حالا از اینجا میای why prediction رو محاسبه میکنیم، میگیم why underline prism مساوی میشه با numpy.argmax prediction output هایی که داریم، قسمت predictionش predictions و روی axis یکش axis مساوی با یک. خب این رو اجرا میکنیم تا y prediction ها رو بر ما، حالا اگه بخوایم y prediction رو ببینیم چی هستش، اونو خروجیش رو میگیریم. میبینین این لیبل هایی که خود مدلمون اومده تولید کرده، این لیبل ها رو با توسط این دستور کشیدیم بیرون. خب بعد از اون میگیم حالا لیبل ها رو براش مشخص میکنیم، میگیم لیبلز مساوی با ایموشنزی که داشتیم قسمت ترینش، ببخشید این باید توی باشه. خب بعد فیچر هاش فی features و قسمت لیبلش، قسمت لیبلش و چیشو میخواییم؟ اسمهاشو میخواییم names و تمام. خب لیبل رو هم ایجاد میکنیم، در نهایت میایم از این تابعی که تعریف کردیم از این تابع استفاده میکنیم و configure matrixمون رو رسم میکنیم. خب اینجا میایم میگیم که پلات بذار من از رو همین کپی کنم، پلات کانفیژن ماتریکس، بعد چیا رو بهش میدیم؟ وای پردیکشن رو بهش میدیم، بعد وای ترومون اینگاه میشه همون وای ولیدیشن، وای اندرلاین ولیدیشنی که داریم و لیبل ها، لیبلز. خب این هم اجرا میکنیم تا اون کانفیژن ماتریکس رو ببینیم و محاسباتش رو بررسی بکنیم. خب کانفیژن ماتریکس هم با هم دیگه میبینیم، این به خوبی اومده مثلا این پردیکشن رو برای ما انجام داده و رو هر کدوم از این دسته ها به راحتی تونسته با دقت تقریبا بالای 90% این کار رو انجام بده. خب هدف ما اینجا به اتمام میرسه، یعنی ما تونستیم فاین تیونینگ رو انجام بدیم در مقایسه با فیچر اکستراکشن. اگه بگیریم خب طبیعتا خیلی دقت بهتری داره و روش معمولی که استفاده میکنن برای کاستوم کردن کارهای خودتون با استفاده از این ترانسفورمر همین بحث فاین تیونینگ هستش. حالا البته خب روم فیچر اکستراکشن هم میتونیم ما یک کلاسیفیکیشن ساده مثلا لاجیستیک رگریشن استفاده کردیم برای هدمون، میتونیم اون رو عوض کنیم و روش های دیگه استفاده بکنیم و نتیجه بهتری بگیریم، خیلی کار میشه. ولی خب چیزی که مرسوم هست و همه استفاده میکنن همین فاین تیونینگ هستش که نتایج خیلی خوبی رو داره. حالا جلوتر که بریم توی بخش های بعدی
بهتون میگیم که از این فاین تیونینگ چجوری میشه استفاده کرد و بحث مولتیلینگوال رو انجام داد، یعنی چند زبانه، یعنی شما با یک مدل چند تا زبان رو منیج بکنید و مدیریت بکنید. خب این قسمت تکست کلاسیفیکیشن به اتمام رسید. ما مبحث بعدی که شروع خواهیم کرد بحث آناتومی ترانسفورمر ها هستش و وارد جزئیات ریز به ریز و کدنویسی قسمت های مختلف ترانسفورمر میشیم و اونجا میایم با هم دیگه بررسی میکنیم که این ترانسفورمر ها رو چجوری میشه پیاده سازی کرد و قسمت های مختلف اون رو با هم دیگه یاد خواهیم.